به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بر شما مخاطبان گرامی. کوچه ها در مناطق مختلف افغانستان، بخصوص در مناطق هزارنشین، دنبال باجگیری از مردم است و تا به حال میلیون ها افغانی پول نقد به دست آورده و زمین های ایده را نیز تصاحب کرده است. از سوی هم طالبان در اکثر موارد از کوچه ها حتی بدون سند حمایت کرده است. در داورتر اما این است که مردم بسیار زود تسلیم میشه و شاید ترس از عواقبشان است یا هر چیزی دیگری و کوچه ها باج میدهند. اما مردم لطفاً باج ندهین و یا به آسانی باج ندهین. در این مورد میخوایم صحبت داشته باشم. اگر موافق بودین و اشتراک بمانید. ما در اول از درگاه های کوچه ها به گونه نمونه یاد میکنم. بعد از حمایت طالبا بعد چرا مردم باج میده؟ چیکار باید بکنن؟ در نقاط مختلف افغانستان به خصوص در شمال و مناطق مرکزی افغانستان و تأکید بیشتر در مناطق هزارنشین است چون اونجا را آگاهی داریم و با مردم در ارتباط هستیم. کوچه ها دو نوع دعوا را راه انداخته تا به حال و میلیون ها افغانی هم از مردم پول گرفت و یا زمین هایشان را تصاحب کردن. اولی که آمده زمین های مردم و علفچر هایشان دعوا کرده و گفته این متعلق به ما هست. هیچ سندی هم اگر نداشته عریضه کرده و زمانی که مردم سندهای عرفی خود را پیش کشیده مقام های طالبا گفتن شما باید سند دولتی داشته باشید. در حالی که در افغانستان ما اگر غلو نکنم 90% مردم خانهشان زمینشان سند عرفی داره، یعنی سند دولتی کمتر از 10% مردم افغانستان جایداد و املاکشان داره. دیگه اکثرا متقسیماتی که مردم بین خود 100 سالها قبل 10 ها قبل داشته اما یک سند عرفی داره و همو هم قابل چلیش است. حتی اگر شما در جنوب افغانستان برین هم همین گونه است. ولی در اکثر موارد بدون از اینکه سندها بررسی شوه مردم محل متضرر شده و حق به جانب کوچی دانسته شده. یک مسئله. نمونه بسیار واضحش شما میتونید در نقاط مختلف افغانستان در شمال در جوزجان ببینید، در فاریاب ببینید، ببینید در دایکندی که سال گذشته چند صد خانواده همین گونه آواره شدن، در قسمت های اسهلمند ببینید، در ولسوالی نومیش دوستان گرامی و همین حالا چنین دعواهای در قسمت های از ناهور جریان داره، در ولسوالی خیدری دایکندی جریان داره، در سنگتخت و بندر دایکندی جریان داره، در ولسوالی شهرستان و میرامور دایکندی متاسفانه چنان قضایا جریان داره و ده ها مورد های دیگه متاسفانه هنوز رسانه‌ای هم نشده. این یک بخش قضیه. روش دیگه ای که کوچه ها توانسته از مردم باج بگیره مطرح کردن کشته شدن افرادشان و یا گم شدن مواشیشان در سالهای گذشته در مناطق هزارنشین هست. این وضعیت بسیار بسیار زیاد هست. ما در ولسوالی ناهور غزنی، ولسوالی مالستان ولایت غزنی، ولسوالی های بیسودی ولایت میدان وردک، ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی، ولسوالی پاته ولایت دایکندی حداقل به صورت مستند در 5 جای با مردم در ارتباط بودیم و دیدیم که این گونه از مردم باج بسیار زیاد گرفته طالب. البته با معذرت در ولسوالی میرامور دایکندی هم اتفاق افتاده. کوچه ها مثلا ادعا میکنن که 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش یک نفرشان در فلانی منطقه فلانی ولسوالی کشته شده. خب حالا این کشته شدن از این افراد 3 گونه هست. اولی که هیچ مشخص نیست توسط کی کشته شده. حتی ممکن است هیچ کشته نشده باشه چون فرد هیچ وجود نداشته باشه. اما مردم مجبور کرده که باید خونبها بدن. در ناهور اتفاق بسیار زیاد افتاده. در مالستان همچنان که شما خبر دارین چندین میلیون کلدار پاکستانی از مردم این گونه گرفتن. و همچنان در چندین ولسوالی دایکندی که در این روزا ما گزارشش نشر کردم. یک رای دیگه چی است که گفته ما بالای خانه شما حمله کردیم و با شما جنگ کردیم، ما شما را کشتیم، شما ما را کشتید. از این هم بین توان بتین خونبها بتین. در اینجا کشته شدگان مردم و باشندگان محل حساب نمیشن از طالبان، با وجودی که مردم بارها گفته طالبان را گفته او مولوی صاحب او مولا صاحب هر چیزی که میگه. حالا این کوچه ها که در فلان سال حمله کرد اگر 2 نفر از کوچه کشته شده حداقل 10 نفر از ما کشته شده و 20 نفر زخمی شده، ده ها خانواده آواره شده، خانه هاشون با آتش کشیده شده. قبول نمیکنه اینه. هیچ متاسفانه حساب نشده. در ناهور غزنی در 5-6 قریه و منطقه همین گونه شده. در سنگتخت و بندر ولایت دایکندی همین تازگی قریه به نام چارخول میری همین گونه دعوا هست. در سنگتخت در سیاچو بی سنگتخت و بندر هم چند وقت پیش همین گونه فیصله شد.
از مردم 3 نفر کشته شده، کوچی 1 نفر. 1 نفر کوچی را حساب میکنه، 3 نفر مردم را حساب نکرده. در چهارقوری میری که اصلا او کوچی که کشته شده معلوم نیست توسط چه کسی کشته شده. در مرز بین غور و دایکندی کشته شده بوده، حالا توانش از مردم 25 لگ افغانی و 1 میل اسلحه خواسته. و بدتر از همه ای که در سالهای گذشته که کوچه‌ها در قالب طالبان حمله کرده در مناطق مختلف و در درگیری با نیروهای دولتی کشته شده، هم باید تاونش حالا مردم بیتن. در ناهور چندین نفر از کوچه‌ها این گونه با طالبان یک جای بوده و در جنگی که با حکومتی پیشین داشته زخمی شده، کشته شده، آمد از مردم تاوان گرفته. حالا مردم اگه ما رو چی به دولت، دولت کشته بود، اگه نفر خود میشناسی امور رو محکم بگیر. اینا که میایه اگر نفرش کشته شده یا نشده، اقامه دعوا باز میکنه و از تمام اون مناطق به زور، به زور طالبان متاسفانه تا به حال تانستن میلیون ها افغانی جمع بکنن. حتی یکان تایش ادعا کرده که پدر کلان تو پدر کلان من رو دشنام داده بود. همین قضیه در هم در ناهور غزنی اتفاق افتاده بود. در مثلا در ولسوالی قرباغ نفر ادعا کرده که چند سال پیش مو تو جنگ کردی، زمینی تو را حیوانات به سرش رفته بود و تو سر محمدی دندان رو میده کردی. خب او بندی خود اول می حیوانات چرا سر زمین مردم میره، بعدش اگه دعوا کردی خب جنگ کردی با هم دیگر، تو اگه دندانت میداشته خب از طرف مقابل هم حتما خسارتی برش وارد شده. خب اینا حساب نمیشه، فقط طرف کوچه گرفته شده. اینا نمونه های واضحی بود که دوستان گرامی من به شما گفتم. شاید حالا اعضای طالبا منکر شه و بگه که همین خبرنگار دروغ میگه یا طرف از اینا رو میگیره، طرف مردم رو میگیره. خوب خود بود، من از سخنگویانشان میپرسم، از تمام مقاماشون میپرسم، شما مگر هیئت چند وقت پیش، چند هفته پیش به ولسوالی ناهور نفرستاده بودین؟ امی هیئت شما که از کابل رفته بود دوباره برگشت، مگر تایید نکرد که کوچه ها بالای مردم زور میگه و از زور کار میگیره؟ حتی با نیروهای خود شما درگیر نشد کوچه ها، کوچه های مسلح؟ چرا این مسئله رسانی نکردین و چرا تا به حال نتونستین جلوی کوچه ها رو بگیرین؟ این سوال من از اعضای طالباست که شاید اتهامش طرف من باشه که تو دروغ میگی. این سند است که من با شما دوستان گرامی میگم و به اعضای طالبان میگم. دومین مسئله همین تازگی در ولسوالی سنگتخت و بندر اتفاق افتاده. طالبا همواره میگه که ما از کوچه ها حمایت نمیکنیم و کوچه ها مسلح نیست. صادق خان ولسوالی طالبا در سنگتخت و بندر مصاحبه ای که با شخص خودم چند وقت پیش داشت، به خاطر دارین سر مسئله منطقه چهارقول میری که گفتیم کوچه های دعا کرده که یک نفر توسط افراد ناشناس در مرز بین غور و دایکندی کشته شده، باید مردم با ما 25 لگ افغانی بده. حالا صادق خان فیصله کرده که مردم 25 لگ افغانی میده که هیچ، باید یک مل اسلحه هم به کوچه ها بده. اما زمان ولسوال برای من وعده کرد که اگر شما کوچه رو مسلح دیدین، بین من کوچه رو خلصلا کرده و زندانی میکنم. گفت هیچ کوچه مسلح نیست و ادعای تو خبرنگار دروغ است و ادعای هر فردی که با تو گزارش داده دروغ است. خب امروز که مکتوب داده سر مردم و این رو فیصله کرده، کوچی مگر تفنگ چی میکنن؟ شما اگر حکومت هستین و مردم خرسلا کردین، چرا باید کوچی هنوز مسلح باشه؟ اگر گپ من دروغ است، خب مصاحبه صادق خان که چند روز پیش من پخش کردم، ولسوال خودتون با صحبت کردن، حالا چرا فیصله کرده که باید به کوچی سلا داده شوه؟ اما اصل گپ مخاطب من مردم هست. شما مردم چرا میخواین اینقدر راحت باج بدین؟ من شما را اصلا تشویق به مقاومت مسلحانه نمی کنم و طرفدارش هم نیستم. شرایط هم ایجاب نمی کنه. فعالیت های مدنی داشته باشین. وقتی که بالای شما چنین ظلم میشه، بسیار زود قبول نکنین. کوچه شما رو تهدید میکنه، طالب شما رو تهدید میکنه، بسیار زود تسلیم نشوین. ممکن در بین مقام هایشان یک ده افرادی پیدا شوه که عمود دادخواهی شما رو مد نظر بگیره. مردمی گذاب و پاتور در جیران هستن که سرشان چقدر ظلم شد، با پافشاری خودشان و رسانه ها بعد از اینکه مسئله زیاد رسانه ای شد و مردم صحبت کرد، بالاخره مجبور شد که دوباره خانه هایشان و زمینشان را به 800 خانواده که بجا شده بود پس بده، آواره کرده بودن اونا را. خب حالا هم شما مردم در هر جای دیگه که سرشان ظلم میشه، بیرق خود طالبا را سر شانه گرفته، برین در ولسوالی. ولسوالی گفت شما گوش نکرد، برین در ولایت. در ولایت گوش نکرد، بین در کابل. من اصلا نمیگم شما علیه طالبا بخیزین، نمیگم علیه طالبا قیام بکنید، لازم در قیام نیست، برین دادخواهی بکنید، حقتان رو بگیرین، با بیرق خود طالبا برین. زنده باد امارت، هر چی دیگه هم دلتون سر بتون، من کار ندارم، یا به هر شیوه دیگه حق خود بگیرین. مثلا مردم چهارقول میری 25 لگ افغانی و یک مل اسلحه باید به کوچه ها بدن، در حالی که خودشان هم آدم کوچی رو نکشته.
و کل مردم حتی یتیم و غریب مجبور است که این اندازه را سر خود قبول بکنه و پول بده تا 25 لک افغانی پوره شوه. از 15 روزی که به مردم ضرب الاجل تعیین کرده بود فقط 10 روز دیگه باقی مانده. خب این مردم پول ندارن، همه چیز خمی فروشین پول میتین، اما 2 لک مصرف کنین، نفر روان بکنین ولایت، ولایت نتیجه نداد بین در کابل دادخواهی بکنید، مقام های امارات محکم بگیرین، شما که حکومت هستین، شما که قانون شریعت رویش صحبت میکنین، خب بین به داد ما برسین. من خیلی وقتا اگر به دوستا میگم، میگم تو تو از دل گرم خود گپ میزنی، یه از دل گرم نیست، دل سرد نیست. من هرگز نمیگم شما برین علیشان تفنگ بگیرین، خوبی که حقتان هست بر اساس دستور رهبران طالب هم شما میتونید که چنین حق خواهی داشته باشین. پس بیاین با رسانه ها مصاحبه کنین، کلیپ ها بیرون بتین، برین پشت دروازه ولایت خیمه بزنین، برین پشت دروازه رئیس الوزرا خیمه بزنین، پشت دروازه وزیر خیمه بزنین، بمونین. یک نفر دو نفر باشه شما رو بازداشت کنم، ولی اگر 100 نفر برین 100 نفر رو بازداشت نمیکنن. مطمئن هستم یک نتیجه میگیرین. خواهشان قدر زود هم در قبال هم چه ظلم هایی که در حق شما میشه خودتان به قول معروف گردن ننهید. در اکثر موارد ها ظلمی که در حق مردم ما میشه خودشان هم میتونن بگن مقصر است، از بس که در خیلی موارد ها عادی و سرسری میگذره، ولی این میتونه برای شما در آینده بسیار خطرناک و بسیار خطر آفرین باشه. خب این گپ ما بود، توصیه ما بود، شاید راه های دیگه هم باشه. اگر موافق بودین امیر به اشتراک بگذارید و مو دوستای شما وطن‌دارای شما هر جا که هست امیر صحبت بکنید، صحبت کنید و مردم زود تسلیم نشوین، برن دادخواهی بکنین، صدای خود به مقام های بلند طالبا برسانید، شاید یک نتیجه بگیرین. قطعا بدون نتیجه نخواهد بود. تا درود دیگر، بدرود.